اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. دستار رنگین بر سرم، خون می چکد از دامنت، فقه است علم و دانشت، تعذیب دین و مذهبت، آتش زدی بر جان بر ملت نالان من، ویران به دستت زاهدان، بوشهر و آبادان من. تبریز خون شد گریش، بر آسمان شد نالش، نابود باشد مظهرت، صد رحمت از بیگانه‌اش. 40 سال نالان کرده این خانه ویران کرده ای، چون خان خونریز مغل ایران پریشان کرده. اهواز خوشگاب از تو شد، از مذهب ناب تو شد، خون عزیزان وطن جاری به سرداب تو شد. ننگیت ولی جائران، مرگت به زهر شوردان، با دست ملت می روی در مزبل آدم کشان. علیرضا نوری‌زاده. شنبه 20 ماه جولای جولی 29 تیر ماه به شما سلام. که حدیث خوزستان چیست؟ امروز بچه های تهران شادم کرد، بچه هم یه صادق یه بچه های وسط شهر، جنوب شهر، شمال شهر، غرب و شهر درون برشون. اول صداهای باشکوه کنم میشنویم و بعد من در این باره توضیح میدم که چقدر این تظاهرات، این شعارها اهمیت. اول بشنویم. دستان مبارک شما مردان و زنان هموطن رو میبوسم. عجب بانگ باشکوهی، سرود زندگی است، سرود بودنی. رژیم 5 روزه داره ناله میکنه که این تجزیه طلبای عرب اینا پول گرفتن عربستان این ور اون ور. دیدی بچه های تهران چیکار کردن؟ گفتم ولی فقیر نابودی، تو باید نابود بشی. بچه های خوزستان هم که پول نگردن آب میخوان. کالیفرنیا شونو تبدیل کردی به گورستان. تو مسئولی و جد و آباد و همه یک از کاره. برای امام حسین 1400 تا عشق میریزی. بچه های خوزستان، بچه های اهواز و مسجد سلیمان و سوزنگیر که تشنه لبن چی؟
فقط حسین شهید حالا چهار روز دیگه هم دوباره بساط را بندازیم. نه، هزار هزار بار مردم خوزستان اولاترن، مردم بلوچستان اولاترن، مردم کردستان و آذربایجان و تالش و مازندران و گیلان و ترکمن صحرا و خراسان اولاترن. هیچ وقت یادم نمیره که سید علی روزی که بر اهل خراسان غضب کرد بر مشهدی ها، هم شهریش هم همون مردم، برای پدرش خونه خریده بود، دستور کشتار و زدن و کشتار. حالا فکر کرد که بله، چهار تا هم از این کلاب هاست رو درست بودن، آقای مدرسی میان تیتر کلاب هاستشون رو میزدن که تجزیه. اون یکی پسره بیاد داد میزن بر تجزیه. تجزیه چی؟ آقا شما اصلا معنای تجزیه طلبی رو میدونید یعنی چی؟ خوزستانی میخواد از ایران جدا بشه که کجا بره؟ تو بغل عراق، بینش و اون ورای دیگه هم که در خلیج فارس. آقا خجالت بکشید، این حرفای بی ربط رو میزنی که مردم رو بترسونی. عرب ایرانی جدایی ناپذیره. اگه میخواست 3000 سال اونجاست، اگه میخواست به لشکریان اسلام میپیوست، اگه میخواست چیزی من براتون بگم، داشتم میگشتم دنبال کرمه خوزستان، رفتم دم سابعه 3500 سال پیش کرمه خوزستان بوده. 3500 سال پیش خوزستان حضور داشته در فرهنگ و تاریخ و جغرافیای ما. حالا یه عده عصبانی میگه عربستان، گریبانشو نگیر بکشیش، میتونه به منطقه خودش بگه عرب، اختیار داره، میخواد اونجا رو بگه اسمش رو بگه عربستان. ولی این یه بخش کامل خوزستان نیست، خوزستان خیلی بزرگی، بنابراین گریبانش رو نگیرین، تو دست رژیم بازی نکنین. این رژیم ضد ایرانه، چه در هیئت عربیش، کرد، بلوچ، ایلامیش، گرمانشاهیش، رشتیش، مازندرانیش، ترکمنش، خراسانیش، یزدیش، اصفهانی، بلوچش، دشمن همه است، منتها با یه عده دشمن تره. اونایی که مذهبشون از اهل سنت، اونایی که یهودی، مسیحی هم، بهایی. خدا شاهد گزارش این سفیر امارات رو در اسرائیل و سفیر اسرائیل در امارات رو میخوندم، اشکم در. امارات افتخار میکنه 1500 تو یهودی رفتن اونجا، رستوران زدن، شبکده درست کردن، فروشگاه درست کردن، بیزنس درست. قبل از این نکبت خمینی چقدر یهودی تو ایران بود؟ پدر خود من، پدرم شیعه، شماری از بهترین دوستان یهود، آقای لولاچی، آقای مشیان، اینا معامله گرم بودن، محضرش میمدن، خونه ما میمدن رفیق. روزی هم که جنگ 6 روزه شد، پدرم به لولاچی زنگ زد، چون پسرش تو اسرائیل بود، خب خبر داری ازش باش حرف بزن. پدرم خیلی هم فلسطینی رو دوست. ولی هیچ وقت ما دعوای مذهبی نداشتیم. امروز اسرائیل دو تا موشک حزب شیطان از جنوب لبنان شلیک کرد. حالا لبنانی که داره در مرگ دست و پای میزنه. خدا لعنت کنه جمهوری ولایت فقیه رو که لبنان زیبا و نازنین هم به فلاکت کشید. حالا باید بره 25,000 لیره بده به دیگه دارا. مثل من که 25 میلیون میدیم، اما اونم همین رو داره میشه برای دلار. ما هزاران یهودی و مسیحی در ایران داشتیم، ارامنه ما، چه ملت نازنین و عزیز، بهترین مکانیکا، بهترین موسیقی دانا، باروژان میمد آهنگ میساخ برامون، ویگن آواز برامون میخوند، آرتوش آواز، در دو نفتین در سفر. ما بدی از فعالیت های مذهبی ندیده بودیم. اقوام ایرانی هم که سازندگان ایران بودن،
دوستان من، بعضی از دوستان باز عصبانی میان تو این تلویزیون یه چیزهایی میگن، این با واقعیت جور نیست، با حقیقت هماهنگی نداره. رضاشاه نیامد خوزستان رو بگیره، خوزستان جزء ایران بود هزاران سال در یه برهه از قاجاریه به بخشی از اون گفته بودن عربستان. حالا خوزستان ولی اسم اصلی بود، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. رضا شاه اشغال نکرد، خاک سرزمین خودش رو آدم اشغال نمیکنه. اگر رژیم اشغالگر، رژیم جهل و زور و فساد، برای اینکه سرزمینش اینجا اینه کربلایی هن. ایران که سرزمین ایرانی. بنابراین دوستان عربی نگو این چیزهایی رو که میخواییم بگیرید، رجوع کنید به بزرگان اهل اندیشه و فکر. برید پیش محمود سجادی شاعر از او بپرسید، پیش عدنان قریشی ازش بپرسید، برید مسعود فکر رو بپرسید، برید یاسین احفاظی، اینا جدای طلب نیستن، اینا دلشون برای ایران میتپد. میگم یه دوتا و نصفی آدم رفتن از شیخ زغبوت دوزار گرفتن میان نغمه انفصال سر میدن، این مردم خوزستان نیستن. به همین دلیل امروز دیدید مردم تهران در ایستگاه صادقیه چطور باشون همدلی کرد. تبریزی ها، کردهای نازنین، بلوچ ها، جنوبی ها، شمالی ها، خراسانی ها، مثل بچه های تهران، شما باید بلند. خوزستان نیاز به همدلی داره، نیاز به همسری. نگاهی کنیم شب پنجم از آخرا انتفاضه رفيق، هذول الأبطال، هذول الجنود. Let's make a sheet!
حیوان ما زمین نمیدیم آب نمیدیم اک هیچ بلندگی حق نداره بیشرفا زمین آب ناموس چند نکته به نظرم خیلی قابل تعمله. این که هموطنان عزیز خوزستانی من این اشاراتی که ما داشتیم چارای فارسی هم بدید اینو رعایت کردن و که همه مردم بشنون. مسئله نیست که چرا شعار به عربی دادن یا چرا نوشته ها به زبان عربی، نه، فقط به خاطر اینه که سایر مردم هم با زبان ملی متوجه حرفا و پیام هاشون باشه. یک بانوی خوزستانی دیدید چطور با مامورا صحبت میکنه. آقای بسیجی، آقای پاسدار، اینا خواهر و مادر و برادر و پدر تو هستن. اون هشت شعبی رو که آوردن ملت تکلیفش با اونا روشن خواهد. امروز هم دیدید اسرائیل چه ضربه ای زد، 5-6 تا از پاسدارا رو هم کشت. فکر میکنم تو صحبت از تلفات 7-8 نفر بود و ادهی هم از هزبالله‌ای ها بود. هر افسوس میخورم که سوریه داره بحرین و رعالیتی که براتون خواهم گفته چه جور سوریه سر ما رو از همه جا کلا میکنه. حالا یک نکته رو میخوام براتون بگم، بازم نمونه های رو براتون آورم. امروز آقای روحانی رئیس جمهوری محترم که در 15 روزی که تشریفشون رو میبرن و حتما الان براشون یه شغل نان آب داره دیگه دست و پا شد، ایشون یک روزه جانانه خونده، نه برای مردم خوزستان، برای امام حسین و یاران. و میدونیم که امام حسین در کربلا قصدشون هم کرده، موهای زائد بدن رو هم پاک کرده. این آب میخواد وقتشون نمیتونست با این داستان قلابی علی اصغری که اینا میگن دو قطره آب به گلوی علی اصغر بریزه. نگاه کنید آقای روحانی، این رئیس جمهوری ایران عجیبه، اولش با آب شروع میشه این حادثه، آخرش با آب ختم میشه. فرمود یا ابا العطش قد قتلنی. این گریه وقیحانه هیئت دولت برای تشنگی امام حسین تو 1400 سال پیشه و اینجا خوزستان تشنه در سال 1400. بدون آب باطیر منو میزنه، قانون باطیر، رو حقم دفاع میکنه، میاد باطیر منو میزنه. من نمیدونم چجوری این حادثه کربلا از اون اولش تا آخرش با مسئله آب گره خورده. بله، و برای اینکه آخر عمر حکومت ولایت فقیه هم با اعتراضات به بی آبی گره نخورد، حکومت نیروهای ضد شورش سپاه رو به سمت قیام کنندگان خوزستانی سرازیر کرده و تا حالا بیشتر از 100 تا کشته و زخمی حاصل رویارویی نیروهای شمر با تشنگان خوزستانیه. به کربلای 1400 خوش اومدین. من با خودم میگم روحانی خجالت نمیگیره. از آخوندهاییه که حتما تاریخ رو خونده، حتما گذشته این مملکت رو میدونه، خجالت نمیکشید به عنوان رئیس جمهور. ببینید اینا ذاتشون همون روزخون پنج تومنی هست. اینم تو ساری میرفته به منبر
پنج تومن میگرفته اون روستاش. این نمیتونه درک کنه امام حسین 1400 ساله پیش بسیار احترام میگذاره آدم حرمت، ولی میلیون ها ایرانی تشنه رو چی میگی تو؟ اینا ارزششون بالاتر از یه حادثه 1400 سال پیش نیست؟ هست. ملت ها همیشه جلوتر از مذهب و دین و عقایدن. ملت ها صاحب این خاکن، صاحب رودخانه هایی هستن که شما خوشحال نمید. اما جالب تر از هم آقایی که قرار بود از رفسنجانی به آقا نزدیکتر بود، بله آقای احمدی نژاد یه جوری به ما نزدیکتر هست، هم فکرتر هست. آقای هاشمی هم دوست ماست، ولی آقای احمدی نژاد رو تایدلون بیشتر دوست داریم چون نوکرتره. حالا احمدی نژاد بودید چجوری به خدمتشون برسه، بله همین آقای احمدی نژاد دوش بدید در مورد سرکوب مردم خوزستان. متاسفانه در کشور ما تحت تأثیر باند فاسد امنیتی هر نوع مطالبه مردم، هر شکایت مردم، هر اعتراض مسالمتی منز مردم باش برخورد میشه. بلافاصله اون باند امنیتی وارد میشه، دو تا کار میکنه. اول اینکه به خشونت میکشه، میاد درگیری درست میکنه، آتش میزنه، تیراندازی میکنه، به خشونت میکشه و بهانه سرکوب مردم رو میده. و دوم این که خواست حق مردم رو منتسب میکنه به بیگانگان و گروه های ضد انقلاب یا وابسته به بیگانه، باز هم بهانه سرکوب رو میده و راه اعتراض مسالمت آمیز رو بر مردم میبنده. بعد هم با گستاخی میگن که ما فقط به سرهای مردم شلیک نکردیم، به پاها هم شلیک کردیم. سال 85 بود که من متوجه شدم هر تصمیمی میگیریم برای خوزستان به خصوص غرب کارون با موانع جدی مواجه میشه. وقتی پیگیری کردم دیدم یه مصوبه‌ای مربوط به شورای عالی امنیت ملی است بعد از جنگ که از ترس جنگ مجدد یا با پیشبینی جنگ مجدد تصمیم کرده بودند که در غرب کارون سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام نشود. من خیلی ناراحت شدم، پیگیری کردم، گفتم این چه حرفی است؟ جنگ عوض شده، مدل جنگ عوض شده دیگه، جنگ مثل سابق نیست. از اقیانوس هند با موشک نقطه زنی میکنن، این چه مصوبه است ما گذروندیم؟ اصلا فرض کنیم که احتمال جنگ هم باشه، مگه میشه ما بخشی از میهنمون رو رها کنیم، مردم رو رها کنیم، اون هم خوزستان؟ خب مصوبه رو لغو کردیم. اولین کاری که اونجا شروع شد این بود. آقای احمدی نژاد اگر واقعا صادقی، متنبه شدی، دیدی چه کارهایی کردی و حالا میخوای به ملت بزرگ ایران میخوای خدمت کنی، مردانه و دلاورانه بیا تو خیابون چی کارت میکنه؟ بیا تو خیابون اعلام همبستگی کن با مردم خوزستان. چه میکنه؟ میگیرنه، به زندان میدازنه. چه افتخاری بالاتر از این وقت میشی جزء مردم؟ مردم ما خیلی خیلی تسامح رو در جان و جهانشون راه داریم، میبخشنه. اگه بیاد به ملت به پیوندی صادقانه کار، تو حرف امرو نزنی فرد. آقای خاتمی هم گفتند که بله، با اشاره به جان باختن عده ای از مردم، برخورد با آمران و عاملان خشونت با مردم و خواستار شد. هیچ دستگاه سیاسی و امنیتی و انتظامی حق ندارد که با اعتراض مردم به بهانه مقابله با آشوب با خشونت، سلاح و گلوله برخورد. آقای خاتمی اینو شما میدونید کی داره برخورد؟ سید علی خامنه ای. سید علی که میخواد زمینه رو برای آقازادش با نهر خون آماده بکنه. چرا میترسین ازش؟ نه مرد خداست، نه مقدسه، نه نایب امام زمانه، برنشانده هاشمی رفسنجانی در یک نمایشنامه سر تا پا دروغه. چرا میترسین ازش؟
چرا میترسی؟ محمد نوریزاد رو نگاه کنی، نیم جان شد اومد بیرون ولی قدرتش رو نشون داد. یک کمی آقای خاتمی، مردم ازت دلگیرن، عمامه رو وردار، عمامه رو وردار مثل مشتهد شبستری، یا تو خیابون با مردمت راه برو. تو صادقی جاتون خالی بود، جای همه تون. هشت سال رئیس جمهوری متنعم شدی از بهترین امکانات کشور، الان نوبتته. حداقل احمدی نژاد دم در خونش تو نارمک میز و گذاشته صبح به صبح میاد میشینه. شما هم بیا، وظیفت شما. آقای عبدالله نوری چی شد؟ حسرت آخ رو به دلش گذاشتی، همه ما هم تاییدت کردیم. چرا خونه نشین شدی؟ تو با خوینی ها و با اونای دیگه فرق داشتی، رفتی تو خونه نشستی، تموم شد. متاسف، من واقعا انتظار داشتم شما رو ببینم در کنار مردم. بریم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو گوش کنیم. دیروز پیام ملکه و دیروز پیام ولیعهد پیشین گوش میدم. هم میهنانم، علی خامنه ای رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی بار دیگر برای حفظ رژیم تبهکار خود دستور داده مردم معترض را بکشند. او پاسخ مردمی را که با دستان خالی برای آب و نان و آزادی به خیابان آمده اند با گلوله می دهد. خامنه ای مسئول مستقیم خونهای بناحق ریخته خوزستان است. حساب او و شریکان جرمش را در هر سطحی که باشند به دادگاه‌های صالح خواهیم سپرد. در اینجا اما خطابم به بدنه نیروهای نظامی و انتظامی رسمی کشور است. من خود یونیفرم نظامی پوشیدم و به عنوان خلبان جت‌های جنگنده آماده دفاع از خاک ایران در مقابل دشمن متجاوز بودم. اکنون وظیفه ملی و انسانی شما به عنوان سربازان ایران دفاع و محافظت از مردمتان است. شما حق ندارید به روی مردم و جوانانی که با دستان خالی و بدون خشونت به خیابان آمده اند تیراندازی کنید. شما اما موظفید از هممیهن بیگناه و تشنه لب خود در مقابل رژیم ضد میهنی و جیره‌خواران و مزدوران سرکوبگرش دفاع کنید. بدانید که همبستگی با ملت و زندگی با عزت بسیار ایمنتر از بردگی و بندگی برای جانیان است. من به سهم خود در فردای رهایی ایران مدافع کسانی خواهم بود که در چنین روزهایی به جمهوری اسلامی پشت کردند و به ایران روی آوردند. و سخنی کوتاه با هممیهنان در ایران و سراسر جهان. اینک که مردم خوزستان دلاورانه به پا خواستند، تک تک ما وظیفه داریم که تنهاشان نگذاریم. ما در این مبارزه همچنان به اصل مهم و کلیدی دوری از خشونت پایبندیم. بزرگترین و قدرتمندترین اسلحه ما جمعیت بیشمارمان است و همبستگی و اتحاد ما. بدانید که هیچ حکومتی یارای مقابله با اراده یک ملت متحد را ندارد. پاینده هیچ حکومتی یارای مقابله با یک ملت متحد را ندارد. اینقدر آب به آسیای دشمن نریزیم. این بانگ نمیدم تجزیه طلب دیدم روی این کلاب هاسشون آقای مدرسی سه چهار تا آدم
عرب های ایران تجزیه طلب نیستن، با پای جان ایستادند و از خاک عزیز خوزستان حمایت کردند. رنگ کوتاهی میکنیم، گوش بدید به این آواز مقابل. با درود به چاوشی عزیزم، با درود. چقدر زیبا بود و مردم اینا رو میخوان. من خواهش میکنم از دوستان هنرمندم در لس آنجلس، در جاهای دیگه، به مردم بپیوندید. این همه شما آهنگ خوندید، کنسرت های موفق داشتید، یک کنسرت هم بدون پول بخشید. همه شعراش هم من بهتون میدم مجانی، پولم نمید. واقعا قشنگ بود. درود بر تو چاوشی عزیز، ممنونم. حضورتون عرض کنم که یادم هست وقتی این آقای جهرومی رو سر چوب زده بودن علمش کنن، رفتن به خامنه گفتن که این خدای اینترنت با یه فوت همه رو قطع. بیت و دفتر شما البته سر جا شده، ولی این جهرومی یه انگشتای معجزه‌گر. خب مأمور قطع کردنم شد، ولی بچه های ایران زرنگم، بچه های ایران فیلتر شکن درست میکنن، روزی 5-6 برای خود من میفرستن. حالا آقای جهرومی در مورد قطع اینترنت الان تو خوزستان وحشتناک، ببینید چی میگه این مرد. که در یک سال گذشته ما 19 بار قطع اینترنت در هندوستان داشتیم، در پاکستان داشتیم، در عراق داشتیم، کشورهای دیگه هم بود. در هر صورت به دلیل شرایط امنیتی اینترنت توی این کشورها در هر صورت بنا به مصالح امنیتی قطع شد. در اساسنامه سازمان جهانی مخابرات هم این اومده که کشورها بنا بر مقررات قوانین محلی خودشون در زمان بروز مسائل امنیت ملی میتونن اینترنت رو قطع کنن. حق هم به رسمیت شناخته شده. در پدیده‌ای که آزاردهنده است اینه که یک برای این آقایی که خیلی خیلی مقام بهش بدی، اون مسئله داره آمار، میتونه اونجا بشینه یه کامپیوتر هم بهش بدن برای آماری بکنه، برای اطلاع ایشون عرض میکنه. 40 سال من در انگلیس، سالها از اینترنت دارم. او خدا دام، من از این کامپیوتر کوچولا برای بچه ها میخریدم از همون زمان. هیچ وقت اینترنت اینجا قطع نمیشه. اگر به عللی مثلا بیتی داره منطقه رو عوض میکنه یا کاری میکنه، جلو جلو از 20 روز پیش ما خبر میدن در روز فلان بین ساعت 14 تا 18 قطع اینترنت تو ممکنه قطع بشه. نه اینکه تو خوزستان الان بچه‌ها نمیتونن تماس بگیرن. مرتب من واتساپ میزنم به خیلی از دوستان، مشکله، ولی درود میفرستم به اون پاسدار عزیزی که در مقام فرمانده به من زنگ زد، دستوراتی که بهشون داده بودن گفت که مستقیما از جانب سید علی آقا اومده بود بکوبید و بکشید، اباهم نکن. ماه عاشوراست، عاشورای حسینی رو تکرار کن. یعنی مردم خوزستان، لشکر شم رو ارملن، این برادران سپاه پاسداران لشکر امام. اینقدر وقاحت، من گاهی اوقات میگم مثلا وقاحت یک واژه مختصره در توصیف قباحت. قباحت نماینده آبادانم در مجلس جوشو این بار یقه قالیباف رو گره، نماینده ها زبون در بردن، نماینده شادکان، نماینده عباس، این ها کبابی شرفای بیزه. اما بعضیشون هم مثل جیرخور حسین بازجو مردم خوزستان رو متهم می‌کنه، مثل همین جیرخورای اتاقای کلاب هاست. بریم نماینده آبادان رو نطقش رو گوش. جناب آقای قالیباف، مجلس جای قصه‌گویی نیست،
یه عده‌ای مشروعاتی را روی بعضی از اوراق می‌نویسن و به ذم این که مجلس متوجه نیست و مردم متوجه نیستن گزارش میدن. الان این چه موقع گزارش دادنه؟ اگر واقعا انصاف دارید و شما به زبان خودتون اعلام کردید که کمیسیون پیشنهادات خوبی ارائه داده، چرا چند ماه قبل تو فکر نبودید؟ این همه مجلس داد زد، فریاد زد، نمایندگان محترم همه استانها و شهرستانها، چرا گوش ندادید؟ چرا توجه نکردید؟ گزارش های رنگارنگ و کاذبی که به درد وزارت نیرو میخوره تو همه بخش ها. استانهای جنوب رو ببینید، خوزستان داره نه میشه، داره نابود میشه. این گزارش ها به درد خودتون میخوره. بی برنامگی بیداد میکنه، میگه نه در برنامه ششم قرار بود 25,000 مگاوات برنامه داشته باشید و تولید کنید، الان 15,000 مگاوات پایین ترید. این هم تقصیر ماست. در تولید، در انتقال، در توزیع کلن مشکل دارید. کار من که نیست، کار شماست. سوال من از این آقای نماینده محترم اینه که خود تو دیروز کجا بودی؟ همیشه براتون مثال میزدم خواهرزاده آقای خاتمی رو، 6 دوره نماینده مجلس. گفتم خدایا این مثلا حسنش سر نمیده یه جمله با بغل دستیش بگه. لا لال سمون بکمون ام، یک کلمه حرف نمیزد. لال لال شده بود در مجلس. خواهرزاده آقای خاتمی بود، از برکت دایجان 6 دوره نماینده بود، اما لال شده بود، لال بزرگ. حالا آقای نماینده آبادان، اما لال بودی؟ چرا در این چند روزه صحبت میکنی؟ حالا مردم گوش بود. تمام سوء استفاده چیا الان میان عشق برای خوزستان میریزن. حواستون جمع باشه. اینا کجا بودن وقتی مردم، وقتی اون معلم با شرف خوزستانی به وزیر نیرو یک لیوان آلوده آب رو نشون داد، گفت تو با این صورتتو میشوری؟ من اینو باید به بچم بدم، من اینو باید سر کلاس به شاگردم بدم، تو حاضری با این صورت تو بشودی؟ من هر چه نگاه میکنم خوزستان، منظر و مشهدی که به یاد دارم آب، فوران آب، کارون، کرخه، بعد میرسیم به خرمشهر، شط العرب، بعد به خلیج همیشه فارس. تمام این مزارع که می رفتی تو هویزه می رفت، همین بستان، تمام این مناطقی که می رفتی نیزارها بود، آب بود، ماهی می گرفتن اونجا، تو رو می انداخت می کشید بالا، ده تا زبیده بود و ماهی های دیگه و می مد این چیزهای خوشمزهی درست می عرب های ایرانی. و امروز باید فریاد بزنم خامنه‌ای آتش، آتش. درود میفرستم به اهالی خوزستان همش، و یه درود برای بچه های تهران. کار صادقیتون درجه یک بود، رو همو باز کرد، شاد کرد، دیدم مردم خوزستان رو تنها نگذاشتید. یه بار دیگه لطفاً ویدیوی صادقیه رو پخش کنید که جان بگیرن مردم و بقیه هم بپیوندن. Her her Cumhuriyet İslami, her her Cumhuriyet İslami.
این منظره جان آدمو به هیجان میاره. یکی از این اتاقها کلاب هاوس ها دو روز پیش بود من عبور کردم، در اونجا دیدم که یکی از این مدافعان ولایت داره فریاد میزنه با آقای شهرام همایون که تو به قاسم سلیمانی توهین کردی، تو به مدافعان حرم توهین کردی. مدافعان حرم یعنی چی؟ صد تا توهینم بکنی به اون کسانی که این بیچاره رو فرستادن اونجا کمه. برای چی بچه های ما باید برن تو سوریه کشته بشن؟ که حافظ اسد بشار اسد گنده تر بشه؟ این انتخابات قلابی 8 میلیون سوری رو آواره کرده، 500,000 سوری رو کشته و دست در دست جمهوری جهل و جور و فساد اومده اونجا تو لبنان نابود کرده ملت لبنان. و طرف میگو با آقای همایون، آقا تو بیان معذرت بخواه، توهین کرده بودش، ما بیان معذرت بخواه. چرا باید بیاد معذرت؟ منم میگم، همه ما میگیم مدافعان حرم یک دروغ بزرگه. حرم حضرت زینب در شام بغل دمشق کنار کتابخونه الاسد، این چه ربطی داره به بچهای ما که تو لازقیه و تو حلب دارن میجنگن؟ ترکا مدافعان حرمن، اونا اومدن یه گوشه. روسا مدافعان حرمن، تکه پاره کردن سوریه رو فقط به خاطر اینکه یک موجود جنایتکار روزی که مردم ازش خواستن انتخابات آزاد برگزار زیر بار نره. سید علی آقا خامنه‌ای فکر میکنه مردم ایران سوریه رو دیدن نمیرن دنبال تغییر نظام. چرا؟ مردم میرن، چون مردم ایران خیلی قدرتمندن. سید علی آقا تو خودت دیدی قدرت مردم رو، نگذار سرنوشت قذافی برات رقم زده بشه. امروز اسرائیل رفت و زد، بد جوری هم زد، از مدافعان حرم هم کشت. به من میگم براشون گریه کن. البته بیچارن، البته تو چنگ شما، البته فریبشون دادی. اون دوست افغان من که از سوریه هر بار میاد با من تلفنی حرف میزنه و اطلاعات دست اولی هم به من گفت، این بیشرف ها کاری کردن. ما در برابر اخراجمون به افغانستان و گرسنگی کشیدن گزینه دیگری در برابر ما، ناچاریم بریم تا حالوزا $500 به ما بدن. اگرم مردیم که 50 میلیون تومانی به خانوادم. اون وقت این رژیم حالا اومده میگه من در افغانستان هشت و شعبی درست میکنم. برای چی؟ با داعش بجن. در افغانستان اسم داعش طالب. شما تطهیرشون میخواید بکنید، ملت ایران قبول نمی کنن. برای ملت ایران قابل قبول نیست، برای ملت افغانستان هم نیست. دیروز در تلویزیون طلوع یه بحث میزگرد رو میشیدم، چقدر دلپذیر بود، چقدر زیبا بود. سه کارشناس برجسته، یکی از این کارشناسان از هزارها بود، از ارادتمندان و دوستان استاد خلیل، یکی دیگرشون ازبک بود، سومی تاجیک بود. به سه زبون، به زبون پشتون و زبون فارسی هم صحبت. به قدری اینا زیبا تحلیل کرد، همون حرفی که من میزدم که اگر اینا گذاشته بودن ظاهرشاه بر تخت سلطنت بنشینه، اگر آقای خلیلزاد در این خیانت سهیم نبود، برای رضایت جمهوری اسلامی به خود من با آقای دکتر میر اسکندری با ایشون در واشنگتن در هتل آقای ترامپ صبحانه میخوردیم و ایشون رسما بود جمهوری اسلامی رو ما نمیخواستیم اون لحظه آزار بدیم. مخالف آقای طاهریان اومد و گفت اگر ظاهرشاه رو بیارید خلاصه دیگه هیچ. ظاهرشاه رو نیوردن، آقای کرزای رو بردن، جیب خود و جد آباد شو بردن. الان خانم اشرف غنی ببینید چه میگوید راجع به
وقت رژیم جمهوری سنگ از سرگردن. آقای ربیعی سخنگوی دولت‌های روحانی یه حرفی زده جالب، میگه تفاهم اولیه‌ای که در جریان مذاکرات احیای برجام به دست آمده بود مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها بود و میگوید که خلاصه کمیته‌ای در شورای امنیت ملی رو رد کرد. شورای امنیت ملی مگه رئیسش آقای روحانی نیست؟ اون کمیته البته آقای جلیلی رئیس جلیمان. چند بار بهتون گفت سید علی آقا نمیذاره رو با برجام تازه بره بیرون؟ نه، اینا سید ابراهیم رئیسی رو باید بیارن که بیا جلو مردم پوز بده نگاه کنی من پولو بردم، من باعث آزاد شدن این پولای توقیف شدم، حالا بیاید بیا ببر که تاجرش ورشکست. این هدف نکته رو بهتون بگم، جامعه بین المللی بر پایه اخلاق منافق بدارش تصورش این بود که خب تموم شد دیگه، رئیسی اومد دکتر خامنه‌ای یه روح در دو قالب میریم باش مذاکره میکنم، خامنه‌ای هم بهش اوکی نه. حالا رسید نقطه ای که حتی آمریکایی‌ها دارن تجدید نظر میکنه از برکت آنچه که ما داریم شاهدش هستیم. داریم در مورد سوریه میگفتم عزیزان ما که اونجا میرن بی دلیل کشته میشن، یه کلیپ رو نگاه کنید که در سوریه چطور سر ملت ایران کلاه رفت و این رژیم نادان چطور ثروت ایران رو به باد. نگاه، ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم. اما این 470 هزار میلیارد تومانی که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه به سوریه دادیم، تنها هزینه ما در سوریه نیست. حمله آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه با 22 کشته، مرگ 5 عضو سپاه قدس در حمله هوایی اسرائیل به سوریه و بازگشت پیکر 4 شهید مدافع حرم به وطن. این خبرهای روزانه آنچنان برامون عادی شده که گویی گوشت گوسفند قربانی رو از سوریه به ایران می آوردن. تا کنون 3000 نیروی سپاه از سوریه افقی برگشتن. با تمام اینا بدونید اونقدر سرمون بیکلا مونده که سوریه پروژه‌های اقتصادی بازسازی کشور خراباش رو هم به روسا و چینیا سپرده. بنیادی نماینده مجلس میگه دور نیست که سوریه و روسیه ما رو در راه منافع خود و اسرائیل و آمریکا قربانی کنن. بله، ما گوشت قربانی هستیم، قربانی که ولی فقیه. من در اینجا یک تشکر بسیار زیاد به دوستان عزیزم در توانا واقعا بدهکارم، باید به شما بگم ممنونم از ویدیوهاتون، ممنونم از کارهای درخشانی که انجام میدید. من همیشه به کار اکبر و همسرش و این مجموعه اعتقاد و ایمان داشتم و بسیار کار خوبی میکنم. یعنی واقعا نگاه کنیم بعضی ها در امریکا امکاناتی دستشون اومد تونستن صدای مردم ایران رو منعکس کنن، توانا در رأس اونا واقعا توانایی نشون داد، کلاساشون، کلاسای روزنامه نگاری برای داخل، بحثایی که داشتن که همکاری هم با ما میکردن که شماری در اینجا پخش شد، همه اینا نشاندنده این بود که عاشقن، عاشق وطنشونه، با جان و دل دارن کار. درود بهشون میفرستم، ممنونم ازتون که اینقدر به ما محبت کردید و در کنار هم بود. هموطنان عزیزم، خوزستان یاری میطلبد، هلتن سرونی رو اینجا به یاد بیاریم، حتی کربلا یادتون نباشه. اینجا مردمانی تشنه، گرسنه، ثروتشون غارت شده، حالا هم سید علی ها روی اونا گلوله میرسه. هم صدا با اونا باشه. صادقیه بود، فردا امیدوارم در مترو کرج، پس فردا در شمیران، روز بعد در راهن و سپس در همه پایتخت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده آفر همه شما را به پروردگار عاشق نصیب کند.
بود.